یادآوری کنم این برنامه مناسب کودکان نیست. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در برنامه امروز به اهمیت شناخت اندام‌های تناسلی می‌پردازیم. بعضی اصلا می‌پرسن چه لزومی داره که ما دستگاه تناسلیمون و اندام‌های جنسیمون رو بررسی کنیم به این دقت و با جزئیات بشناسیم. دو تا نفع کلی در این قضیه هست. یکیش اینه که میفهمین که چی طبیعیه چی غیر طبیعیه. اگر هر تغییری اتفاق بیفته که حل نشه، مثلا یه تغییر رنگی ایجاد بشه، یه زایعی ایجاد بشه که از بین نمیره به مرور زمان و یک مثلا نگرانتون میکنه، میتونین بدونین که چه زمانی برین و کمک بگیرین از یک متخصص و نظر بخواین که آیا این طبیعی هست یا این تغییر رو من کردم قبلا نداشتم، بنابراین از این نظر کمک میکنه. مسئله دیگه اینه که اگر که توی یه رابطه جنسی قرار بگیرین، وقتی که بدنتون رو به خوبی بشناسین و بتونین کلام درست رو به کار ببرین که توصیف کنین چه احساسی تو هر منطقه از بدنتون دارین و چه قسمتی از بدن بهتون لذت میده نمیده، چطوری دوست دارین لمس بشین یا نشین، این هم به شریک جنسیتون خیلی کمک میکنه. برای اینکه خب اونا که فکر شما رو نمیتونن بخونن، هر چقدر خودتون بهتر بتونین راهنماییشون کنین همانقدر بهتره. سوال بعدی که رسیده بود این بود که خب حالا ما راه‌های کسب شناخت بهتر از دستگاه تناسلی برامون چیه؟ چند تا راه هست. یکیش هست مشاهده مستقیم و غیر مستقیم. مثلا برای آقایون چون که اندام‌های تناسلیشون اکثرش بیرونه، مثل آلت تناسلیشون و بیضه هاشون، میتونن که مشاهده بکنن، لمس بکنن و تست بکنن ببینن که مثلا یه زایعی نباشه، سالمن نیستن و اینی که نقاط که بهشون لذت میده و نمیده رو اونجوری بسنجن. ولی اینو با مشاهده میتونن انجام بدن چون که آلت تناسلیشون بیرونه بیشتر. ولی برای خانم‌ها اینطوری نیست و مشاهده غیر مستقیم لازمه که معمولاً ما توصیه می‌کنیم یه آینه دستی بگیرن و نگاه بکنن ببینن که چی هست چی نیست. بعضی از خانم‌ها شوکه میشن که برای اولین بار رنگ لب‌های واژنشون رو می‌بینن، در حالی که برای هر خانم بالغی رنگ‌ها باید تیره‌تر باشه. ولی خب آخرین باری که به خودشون نگاه کردن به عنوان یه دختر بچه بوده، الان شوکه میشن که چرا انقدر تیره شد یه دفعه، آیا من غیر عادی ام یا نه. بنابراین امیدوارم که جز اون دسته نباشین، بتونین که با بدنتون ارتباط بهتری برقرار بکنین. کار دیگه که میتونین بکنین اینه که مطالعه بکنین، از منابع موثق استفاده بکنین، خودتون رو آشنا بکنین با اینی که توی اون طیف نرمال وقتی که نگاه میکنین کجای این طیف قرار دارین. بعضیا خیلی احساس راحتی نمیکنن حالا این کارا رو انجام بدن که خودشون لمس بکنن و نگاه بکنن. کاری که میتونین بکنین اینه، حموم که میرین، وقتی که دارین دوش میگیرین یا حموم رفتین، همونطور که خودتون رو میشورین اعضای مختلف بدنتون رو لمس بکنین، از جمله اندام‌های تناسلیتون رو، ببینین چی کجا قرار داره، همه چی سر جاشه، یه زایده‌ای نیست، غده‌ای نیست، مسئله‌ای نیست و اینکه کجا بهتون یه حالت بهتری رو میده، کجا بهتون احساس خاصی رو نمیده. از این روش‌ها میتونین استفاده بکنین و بدن خودتون رو بهتر بشناسین. حالا بعد از اینکه شناسایی جسمی قسمت های جنسی رو انجام دادیم، اندام های جنسی رو، ببینیم که شناسایی احساسات جنسی چیه. این قضیه اینجوری به دست میاد که خودتون باید بدونید چه احساسی دارین نسبت به لمس قسمت های مختلف بدنتون و اینی که اینو بتونین درست به کلامتون برای شریک جنسیتون توضیح بدین. اگر که به این حد برسین یعنی با احساسات جنسیتون هم به خوبی آشنایی دارین و میتونین که اینو به طرف مقابلتون هم انتقال بدین. اگر سوالی در مورد مطالب مطرح شده امروز دارین حتما در فیسبوک با ما در تماس باشین یا اینکه برای ما ایمیل بزنین.